سرخط مهمترین خبرها. حملات وحشتناک لفظی استانگزی بالای احمد مسعود. احمد مسعود: نشست مخالفان طالبان مقامهای بلندپایی این گروه را نگران ساخته است. معترضان هرات: طالبان برای تامین امنیت مراسم تشییع جنازه تیرباران شدگان تدابیر نگرفته بود. توزیع زمین و معافیت مالیاتی: وعده های طالبان برای تاجران عودت کننده. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. احمد مسعود: نشست مخالفان طالبان مقام های بلندپایی این گروه را نگران ساخته است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، در 30 نشست ویانا گفته است که این نشست ها و یکجا شدن مخالفان طالبان مقام های بلندپایی این گروه را نگران کرده است. آقای مسعود در این نشست از مخالفان گروه طالبان خواست تا اختلاف ها، تشریفات و فاصله ها را کنار بگذارند و کنار هم بیایند. رهبر جبهه مقاومت ملی گفت نبردهای مقاومت به دستاورد خوب منجر شده است که توافق همگانی و اجماع مشترک در مورد بحران افغانستان است. در نشست ویانا احمد مسعود اشاره به بدیل طالبان کرد و گفت بدیل گروه طالبان افراد نیستند، بلکه گفتگو میان شهروندان افغانستان است. او تصریح کرد بدیل طالب یک روند است که همه مردم افغانستان در آن دخیل باشد و بتواند طالب را نیز جز از آن جریان کند. این چهره برجسته مخالف طالبان افزود رای حل افغانستان اصلاح گروه حاکم نیست، تشکیل حکومت همشمول مشکل را حل نمی کند، چنانچه باز شدن دوباره مکتب ها با این نصاب تعلیمی فقط افکار تروریستی را پیشتر پرورش می دهد. این در حال است که پس از نشست های مخالفان گروه طالبان شمار از مقام های این گروه واکنش نشان دادند و گفتند دشمن هنوز در کمین است. حمله لفظی استانگزی بالای احمد مسعود. استانگزی: نشست ویانا برای تضعیف و بدنام کردن طالبان است. معاون وزیر خارجه طالبان در واکنش به برگزاری نشست مخالفان طالبان در ویانا، نشست های برگزار شده را غیر قانونی خوان و خطاب به مخالفان گفت شما امتحان خود را دارید، تاریخ از شما گذشته است. استانگزی، معاون وزیر خارجه طالبان، گفت این نشست ها برای تضعیف و بدنام کردن این گروه برگزار می شوند. در همین حال احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، در نشست ویانا گفت این نشست و متحد شدن مخالفان طالبان مقام های بلندپایی این گروه را نگران کرده است. استانگزی در واکنش به برگزاری این نشست ها گفت مردم افغانستان به مخالفان سیاسی پیشین اهمیت نمی دهند. آقای استانگزی افزود که برگزاری چنین نشست ها با حضور مخالفان طالبان نمی تواند باعث از بین رفتن روحیه جنگجویان این گروه شود. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بار دیگر از مخالفان سیاسی این گروه خواست که از عفو عمومی رهبری این گروه استفاده کنند و به کشور برگردند. او گفت به وطن خود بیایید و زیر بیرق خود با عزت بمیرید. نشست مخالفان سیاسی طالبان پس از چهارشنبه روز یکشنبه 12 قوس برای ترسیم نقشه رای برای آینده افغانستان در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. معترضان هرات: طالبان برای تامین امنیت مراسم تشییع جنازه تیرباران شدگان تدابیر نگرفته بود. در پایان مراسم تشییع جنازه تیرباران شدگان شهرک جیبلی هرات که با راهپیمایی اعتراضی صدها معترض در این شهر به همراه بود، معترضان به رسانه ها گفتند که طالبان برای تامین امنیت این مراسم تدابیر امنیتی روی دست نگرفته بود. آنها گفتند طالبان با آنکه میدانند خطر جدی امنیت تجمعات هزاره ها و شیعان را تهدید میکند، مراسم تشییع جنازه را بدون تدابیر امنیتی رها کرده بود. منابع از هرات به رسانه ها گفتند که پیش از آغاز مراسم افراد از اداره امر بن معروف و نهی از منکر طالبان آمدند و گفتند زنان نباید در مراسم جنازه شرکت کنند. مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله مسلحانه روز جمعه در شهرک جیبلی روز یکشنبه 12 قوس با حضور صدها نفر از باشندگان هرات برگزار شد. خودداری از دفن جنازه های تیرباران شده: مراسم تشییع جنازه تیرباران شدگان در حال برگزار شد که باشندگان شهرک جیبلی در 2 روز گذشته در اعتراض به ناکامی طالبان در تامین امنیت و کشتارهای زنجیره‌ای هزاره ها و شیعان از دفن جنازه ها خودداری کردند.
پس از خودداری باشندگان شهرک جبرید از دفن جنازه ها، نور احمد اسلامجار، ولی طالبان در هرات روز شنبه 11 قوس با نمایندگان مردم جلسه کرد و از آنان خواست جنازه ها را به خاک بسپارند. منابع محلی بر رسانه ها گفتند که برخی از باشندگان شهرک جبرید در این جلسه به نور احمد اسلامجار، ولی طالبان در هرات گفتند یا امنیت مردم را بگیرید یا اسلحه بدهید تا مردم امنیت خود را بگیرند. باشندگان شهرک جبریل همچنان خواهان بازداشت و مجازات عاملان ترورهای زنجیره‌ای روحانیون شیعه در هرات شدند. آنان همچنین از وخامت وضعیت امنیتی در هرات ابراز نگرانی کردند. توزیع زمین و مافیات مالیاتی، وعده‌های طالبان برای تاجران عوضت کننده. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته که مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر طالبان، با مسئول و اعضای کمیته ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران مهاجر دیدار کرده است. مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار گفت که لازم است تا اعضای کمیته آچده تمام سعیشان را جهت برطرف ساختن مشکلات شهروندان عوضت کننده، به خصوص تاجران و صنعتکاران، به کار گیرند. همچنین در این دیدار نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت و رئیس کمیته ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعتگران این کمیسیون و اعضای کمیته توضیحات در مورد فعالیت‌ها و کارکردهای این کمیته ارائه کردند. طالبان بر روایت کرزی، گزارش از خبرگزاری اشته صبح. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به تازگی در مصاحبه با یک رسانه ژاپنی موضع‌گیری هایی کرده که واکنش برانگیز شده است. او در این گفتگو مخالفتش با سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان را بیان کرده و خواستار بهبود اوضاع کشور از طریق گفتگو شده است. البته کرزی هیچگاه دشمن طالبان نبوده، و چی در زمانی که رئیس جمهور افغانستان بود و چی پس از آن، در هیچ مقطعی موضع‌گیری تان و آشتی ناپذیر در برابر طالبان نداشته و همواره به سود این گروه ابراز نظر کرده است. کرزی در گیرودار کشتار وحشیانه شهروندان افغانستان از سوی طالبان، آنان را برادران ناراضی خوان و در هر مناسبات دست تعرض به سوی طالبان دراز کرد و خواستار صلح شد. این گروه اما نه تنها اهمیت به خواسته های آشتی طالبانی کرزی نکردند، بلکه او را دولت مرد پولشویی و دست نشاندی امریکا خواندند که اختیارات و توانایی لازم برای پیشبرد گفتگوهای صلح را ندارد. اما کرزی حتی زمانی که دیگر زمام امور کشور را در اختیار نداشت، همچنان طالبان را برادران ناراضی و افغان خطاب میکرد که فریب بیگانگان را خوردند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.